در چند جلسه اخیر روش‌های به دست آوردن سدیم در سلول دانس، برخافت نمک‌های محلول، بعد از اون راه‌های حفاظت از زنگ زدن فلزات مثل حفاظت کاتودی رو بررسی کردیم. این جلسه رسیدیم به روش به دست آوردن یکی از مهمترین و فراوانترین فلزات طبیعت، یعنی آلومینیوم، که نقش بسیار کلیدی در زندگی امروز بشر داره، که تحت عنوان استخراج آلومینیوم به روش حال از اون یاد میشه. اول یه توضیح راجع به آلومینیوم بدیم. آلومینیوم سومین عنصر و فراوانترین فلز در پوسته زمین است. دقت کنید، ترتیب فراوانی عناصر: اول اکسیژن هست، بعد سیلیسیوم و بعد آلومینیوم. همونطوری که مشاهده میکنین آلومینیوم سومین عنصره، اما چون این دو فلز نیستن، آلومینیوم فراوانترین فلز در طبیعته. خب میدونین آلومینیوم جزء فلزات اصلی بالای سری الکتروشیمیاییه، یعنی بعد از گروه های اصلی 1 و 2 نوبت آلومینیوم میشه. پس مثل سدیم، مثل همون چیزی که در سلول دانس توضیح دادیم، آلومینیوم خالص تو طبیعت یافته میشه، بلکه به صورت ترکیبه، و اگر چیزی هم نباشه باش ترکیب بشه حتما اکسیژن هست، یعنی آلومینیوم به صورت Al2S است. پس ما اگر بخوایم آلومینیوم رو به صورت خالص به دست بیاریم، مثل داستان سدیم در سلول دانس، باید به زور متوسل بشیم، باید برخافت انجام بشه، که ما الان این عمل رو میخوایم از نظر بگذرونیم. و همونطور هم که یادتون باشه فلزات بالا در رقابت با هاش مثبت آب شکست میخوردن، یعنی نمیتونیم برخافت محلول انجام بدیم، باید برخافت مذاب انجام بدیم. جملات رو با هم ببینیم. آلومینیوم نیز مانند سدیم جزء فلزات واکنش پذیر است و در طبیعت به صورت ترکیب وجود دارد. برای استخراج آلومینیوم باید آل را از برخافت مذاب ترکیباتش به دست آورد. اولین بار چارلز مارتین هال، شیمیدان امریکایی، در سن 23 سالگی موفق به چنین کاری شد. به همین دلیل به آن استخراج آلومینیوم به روش هال میگویند. مراحل استخراج آلومینیوم به روش هال رو دونه دونه از نظر میگذرونیم و بعد شکلش رو به شما نشون میدم. در صنعت آلومینیوم را از سنگ معدن بوکسیت یا آلومینای ناخالص، یعنی سنگ معدن دارای Al2O3 به دست می آورند. گفتم حتی اگر چیزی به آلومینیوم وصل نباشه حتما اکسیژن بهش چسبیده، ولی در معدن سنگ معدنی که پیدا می کنن نه تنها آلومینیوم اکسیژن دار داره، ممکنه فلزات یا عناصر دیگه هم چسبیده به این سنگ معدن باشه. یعنی ما اول Al2O3 جامده، تو این درس رو فاز خیلی تاکید دارم، ناخالص دارم که باید اول خالص سازیش کنم، یعنی عناصر دیگر رو ازش جدا کنن، که طریقه خالص سازی جزء درس ما نیست. پس چی به دست میارم؟ Al2O3 جامده خالص. به سنگ معدن ناخالصی که Al2O3 داره میگن سنگ معدن بوکسیت یا آلومینای ناخالص، به Al2O3 خالص میگن آلومین. پس ما اول از بوکسیت یا از آلومینا آلومین به دست آوردیم. حالا میدونین که باید برخافت مذاب کنیم، پس اول باید Al2O3 رو مذاب کنیم. ببینیم مذاب کردنش چه دشواریایی داره. حال باید آلومین را ذوب کرد. Al2O3 جامد اگر بخواد بشه ال، یعنی مذاب، 2045 درجه حرارت لازم داره که خیلی حرارت زیادیه. ببینید چون نقطه ذوب آلومین بسیار زیاده است، تأمین این دما ممکن نیست و از نظر اقتصادی مغروم به صرفه نمی باشد، پس چنین کاری انجام نمیشه. یه اشاره به سلول دانز بکنم، چون سدیم هم مثل آلومینیوم فلز بالاست، تقریبا مثل هم به دست میاد. اونجا مگه یادتون باشه NaCl-ی که میخواستیم برخافت کنیم، یعنی مذاب کنیم، 801 درجه حرارت داشت. اونجا کاتالیزر CaCl2 اضافه کردیم به NaCl تا دمای ذوبش بیاد رو 587 درجه، ولی برای این واکنش، برای ذوب کردن آلومین، کاتالیزر مناسبی پیدا نکردیم، اما یه ماده دیگه پیدا کردیم.
برای رفع این مشکل آلومین را در دمایی حدود 960 درجه سانتیگراد در کریولیت مذاب حل می کنند. ماده ای داریم به اسم NaCl F6، اسم این ماده کریولیت هست. این ماده با حرارت نچندان زیادی ذوب میشه، بهش میگن کریولیت مذاب. حالا اگر Al2O3 جامد رو بهش اضافه کنیم، دیگه لازم نیست 2045 درجه حرارت بدیم تا Al2O3 ذوب بشه. در دمای حدود 950، نهایتاً 960 درجه سانتیگراد، Al2O3 مذاب میشه. دقت کنید که من میگم Al2O3 رو در کریولیت مذاب حل کنیم، یا اینجا میگم کریولیت مذاب حلال آلومین است. لفظ حلال میاد، لفظ محلول میاد، یاد آب نیفتی یا محلول آبی نیستا، چون اگه آب بود که آلومینیوم از آب شکست میخورد. این اصطلاحه که میگن کریولیت مذاب حلال آلومین است. و حالا این محلول مذاب رو در سلول الکترولیتی ویژه‌ای برقاف میکنن که میخوام این کار رو بهتون یاد بدم. Al2O3 رو ذوب کردیم. Al2O3 چی داره؟ Al3 مثبت، O2 منفی. میخوام ازش آلومینیوم خالص به دست بیارم، یعنی Al0، و اکسیژن هم به O2 0 تبدیل بشه. خب اگر Al3 مثبت بخواد بشه صفر، دیگه مثبت نیست، باید منفیتر بشه، باید الکترون منفی بگیره ستا. آیا آلومینیوم دوست داره الکترون بگیره؟ خیر، چون فلزه. پس این اتفاق باید به زور بیفته، پس ما با یک واکنش برقکافت، اونم برقکافت مذاب روبرو هستیم. این چه واکنشیه؟ کاهش در کاتود، کاتیون در کاتود کاهش میابه، یعنی الکترون میگیره. واکنش اکسایش در آنودمون چی میشه؟ O2 منفی میخواد بشه O2 0. اولا باید موازنش کنیم. اینجا یه O دارم، اینجا دوتا O دارم، پس یه ضریب دو میذارم. حالا سمت چپ شد دوتا 4 منفیه. منفی بوده دیگه نیست، پس منفیاشو از دست داده، 4 الکترون منفی از دست داد. اونی که الکترون میده چیه؟ آنود. این واکنش اکسایش در آنود هست. اما چنین واکنش برقکافتی به این صورتی که من نمایش دادم اتفاق نمیفته، زیرا این واکنش اتفاق نمیفته. دلیلش چیه؟ اگر اجازه بدین میریم شکل رو با هم میبینیم، بررسی میکنیم و در آخر دوباره این اسلاید رو براتون نمایش میدم. این شکل دستگاه آقای چارلز مارتین هال هست که میخواییم توش آلومینیوم استخراج کنیم. همونطور که مشاهده میکنید، دیواره یا بدنه ظرف رو که با رنگ توسی نشون دادم، با سیم رسانا به قطب منفی جریان برق وصل کردیم. داخل این ظرف یه مخلوطی داریم، نگفتم محلول، که یاد آب نیفتین، آبی وجود نداره. این مخلوط چی هست؟ Al2O3 در کریولیت مذاب، Al2O3 حل شده در NaCl F6، که من میخوام آلومینیومشو بکشم بیرون. به دیواره ظرف سیم رسانا رو وصل کردیم و از اون سمت به قطب منفی وصل کردم. حالا وقتی جریان برق رو وصل می‌کنیم، قطب منفی الکترون‌های منفی رو روانه دیواره ظرف می‌کنه. دیواره، بدنه و کف ظرف الکترون منفی می‌گیره که من با رنگ قرمز مشخصش کردم. خب این الکترون‌های منفی چی رو به خودشون جذب می‌کنن؟ بله، Al3 مثبت رو، دقیقاً مثل سلول دانز. Al3 مثبت میاد این الکترون منفی‌های قرمز رنگ رو جذب می‌کنه، تبدیل میشه به فلز Al. این واکنشیه که داره الکترون می‌گیره، کاهش در کاتود ماست. آلومینیوم پایین جمع شد، با رنگ صورتی نشون دادم. شیر ظرف رو باز میکنن، آلومینیوم مذاب رو خارج میکنن. این تیغه هایی که میبینین تیغه آنود هست. آنود ما از جنس گرافیت هست. آنود میخواد الکترون منفی بده. الکترون منفی رو به کی میدن؟ به قطب مثبت. در آنود چه واکنشی اتفاق میافتاد؟ قرار بود O2 منفی بشه O2، الکترونای منفیشو به زور بده. این واکنش اکسایش در آنود درسته؟ چرا چند تا تیغه آنود قرار دادیم؟ آقای چارلز مارتین هال این کار رو انجام داد تا خیلی سریع از تمام سطح ظرف اکسیژن ها رو بکشه بیرون، تا سریع اکسیژن از آلومینیوم جدا بشه.
اما یه اتفاق اینجا میفته، همین واکنش اگه یادتون باشه گفتم انجام نمیشه، چون تیغه شما از جنس کربونه و در محیط اکسیژن ظاهر میشه، حاصل میشه از این واکنش. یادمونم باشه دمای مجموعه حدودا 960 درجه است. در دمای 960 درجه کربن آنود یا همون زغال ما میسوزه با اکسیژن و دیگه اکسیژنی نیست، به CO2 تبدیل میشه و از اطراف تیغه های آنود گاز CO2 خارج میشه. حالا فهمیدین دلیل انجام نشدن این واکنش چیه؟ در واقع انجام میشه ولی بلا فاصله اکسیژنش تبدیل به چی میشه؟ CO2 با آنودمون واکنش میده. اینجا براتون نوشتم که در سلول هال کاتود از جنس گرافیته. یه بار تکرار کنم، در سلول دانز آنود گرافیتی بود، کاتودمون آهنی بود بدنه ظرف، ولی در دستگاه استخراج آلومینیوم هم آنود هم کاتود از جنس گرافیت هستن. یک دیواره بیرنگی سفید رنگی اینجا براتون اضافه کردم دور کاتود. این کاتود نیستا، ببینید قطب منفی به کاتود به توسی رنگ وصل شده. این دیواره یک حفاظ آهنیه. ببینید بدنه ظرف من گرافیتیه، گرافیت نرمه، این دستگاه رو بیارم بکوبمش رو میز، زیرش پودر میشه، گرافیتاش میرزه، به مرور زمان دستگاه از بین میره، سوراخ میشه، خراب میشه. اومدن یک قاب دورش گرفتن از چی؟ از آهن که مستحکم باشه. این فقط یک قابه، مثل قاب موبایل که حفاظتش میکنه، در برقراری جریان برق که نقشی نداره، فقط یک محافظه. چرا دارم اینقدر روی این قضیه تاکید میکنم؟ این محافظ برای اینکه محکم باشه، گرافیت نریزه بیرون، حتی اگه خورد شدم همینجا باقی بمونه، از آهن تعبیه شده. چون در سلول دانز کاتود یعنی دیواره ظرف آهنی بود، من همش میترسم شما فکر کنید اینجا هم این آهن دیواره ظرف یا کاتوده. خیر، اینجا کاتود ما گرافیتیه و نقش حفاظ آهنی فقط محافظت از بدنه ظرف است. برگردیم رو معادله‌ای که بهتون نشون دادم. پس فهمیدیم این واکنش برخافت انجام نمیشه چون اودو نمیده، چون این واکنش انجام نمیشه. در واقع واکنش اصلی ما این هست، Al2O3 مذاب با کربن آنود واکنش میده، کربن میره اکسیژن رو میگیره، CO2 گازی به ما میده، حالا آلومینیوم مذاب از اینجا خارج میشه. که اگر موازنه بکنیم، ضریب Al2O3 2، ضریب کربن 3، CO2 هم 3 و آلومینیوم ضریبش 4 خواهد بود. یه نکته خیلی مهم، مگه ما Al2O3 رو ذوب نکردیم در کریولیت مذاب؟ پس باید اینجا فازمون مایع باشه، ولی من نمیدونم چرا در کتاب درسی شما در این مبحث فاز آلومینیوم رو جامد نوشته و روی این حتی در یکی دوتا تست کنکور تأکید شده. پس برخلاف میل باطنیمون ما هم میپذیریم که Al2O3 موجود در واکنش حال رو جامد بنویسیم. و این رو هم خدمتون عرض کنم، تا اونجایی که حضور ذهن دارم، حتی در سالهای اخیر در کنکور یکی از مسائل استوکیومتری از این واکنش استفاده کرده. مسئله استوکیومتریه، ربطی به مبحث الکتروشیمی نداره، ولی عنوان شده معادله استخراج آلومینیوم به روش حال، که شما باید میدونستین این معادله هست. چند تا نکته راجع به این قضیه خدمتون عرض کنم. از آلومینیوم در ساخت وسایلی که مستقیم با اسید یا محلول تماس دارند و امکان انجام عمل حفاظت کاتودی و آبکاری نیست، مانند قوطی‌های نوشابه، قوطی‌های کرم و وسایلی از این دست استفاده می‌کنند، زیرا بر اثر تماس مستقیم این فلز با محلول خورده نمی‌شود و نیازی به لایه محافظ نیز ندارد. ببینید ما گفتیم یه جایی که در صنعت مثل بدنه کشتی‌ها از ZN به ساز ZN حل میشه تو آب دریا، حالا یونش سمیه باشه، حجم آب دریا در برابر ZNی که توی کشتی به کار رفته چیزی نیست، ولی یه جایی مثل مثلا قوطی‌های کنسرو که نباید فلزمون حل بشه تو محلول قوطی کنسرو، اومدیم از حفاظت کاتودی استفاده نکردیم،
از آبکاری استفاده کردیم. حالا یه وسایلی رو نگاه کنید، مثل قوطی‌های نوشابه، قوطی‌های فلزی نوشابه. نوشابه بالای 70%ش اسیده، پر یونه، پر محلوله. شما بیاین آبکاری هم انجام بدین، یه اپسیلون خراشون تو ایجاد بشه بر اثر نفوذ اسید و محلول به بدنه ظرف، خب محلولم هست، سرعت واکنشش هم زیاده، سریع فلزه حل میشه و محلولمون سمی میشه و غیر قابل استفاده میشه. میان چیکار میکنن؟ قوطی‌های نوشابه فلزی رو دیدین چقدر سبکن؟ از آلومینیوم میسازن. چرا؟ چون آلومینیوم اصلا زنگ نمیزنه، فلز اصلیه. اینو در درس جلسه قبل هم گفتم و اصلا نه لازمه رنگش بزنی، نه حفاظت کاتودی بکنی، نه آبکاری بکنی، بذار اسید نوشابه مستقیم با بدنه ظرف در تماس باشه، با آلومینیوم در تماس باشه، زنگ زدنی صورت نخواهد گرفت. دلیلش چیه؟ مگه ما نگفتیم هرچی فلز بالاتر باشه بهتر اکسایش میابه؟ بله درست، اما یادمون باشه در درس حفاظت کاتودی هم خدمتون عرض کردم خوردگی اکسایشه. اکسایش یعنی واکنش به آرامی. شما یک تکه فلز آهن رو در معرض رطوبت قرار بدی یا اکسیژن، یواش یواش اکسیژن و رطوبت نفوذ میکنه زیر لایه رنگ فلز و باعث زنگ زدنش میشه. اما اگر این وسیله شما از جنس مثلا آلومینیوم باشه، آلومینیوم و فلزات اصلی دیگه به قدری سریع با اکسیژن ترکیب میشن، بلا فاصله یه لایه اکسیژن، فرض کنید دست من یه لایه اکسیژنه، میچسبه رو سطح فلز و روشو میپوشونه. خود این لایه مثل یک عایق عمل میکنه، دیگه اجازه نمیده رطوبت‌های بعدی و اکسیژن‌های بعدی خودشون رو به سطح فلز برسونن و از این فلز در برابر رطوبت و اکسیژن‌های دیگه محافظت میکنه. حالا شما یه خراش ایجاد کنی، دوباره بلافاصله در محل خراش یه لایه اکسیژن میشینه، خودش مثل یه محافظ عمل میکنه. پس زنگ زدنی برای فلزات اصلی اتفاق نمیفته. پس مشاهده کردیم وسایلی مثل قوطی‌های نوشابه یا قوطی‌های کرم که ممکنه الکل به عنوان محلول توش به کار برده شده باشه، با بدنه ظرف در تماس باشه، مشکلی نیست دیگه اگه فلزات از جنس آلومینیوم باشه. نکته بعدی، تولید آلومینیوم با این روش فرآیند حال نامیده میشه. پیش از ابداع این روش آلومینیوم خالص به علت کمیاب بودن از طلا و نقره گرانتر بود، چون طلا و نقره در سری الکتروشیمیایی پایین هستند و کم اکسایش میابند و به حالت خالص یافت میشوند. با استخراج آلومینیوم بعد از ابداع روش حال، قیمت آلومینیوم بسیار کاهش یافت. توضیح زیادی این اسلاید احتیاج نداره، فقط این رو دوباره عرض کنم که آلومینیوم چون قدیم خالصش نبود، اگر به روش های سنتی با سختی به سر آلومینیوم خالص به دست می آوردن، از فلزات پایین جدول مثل طلا و نقره که خالصشون بود گرونتر بود. وقتی روش حال ابداع شد، خب تونستیم آلومینیوم خالص به دست بیاریم. آلومینیوم هم که گفتیم فراوان ترین فلز طبیعته. بسیار زیاد آلومینیوم رو استخراج میکردن، به روش حال وسایل آلومینیومی میساختن و استفاده میکردن. اما این کارم 960 درجه حرارت انرژی بسیار زیادی میخواد. نگاه کنین، چون فرایند حال به علت مصرف بسیار زیاد انرژی الکتریکی هزینه زیادی دارد، با بازیافت آلومینیوم میتوان ضمن افزایش عمر یکی از مهمترین منابع تجدید ناپذیر طبیعت برخی هزینه های تولید آن را کاهش داد. مثلا تولید قوطی های آلومینیومی از قوطی های کهنه فقط 7% انرژی لازم برای تهیه همان تعداد قوطی از فرایند حال نیاز دارد. پس نتیجه میگیریم اگر آلومینیوم کهنه ها رو مثل قوطی های نوشابه، قوطی های کنسروی که از آلومینیوم ساخته میشه جدیدن، یا مثلا قوطی های کرم رو بیایم بازیافت کنیم، یعنی اینا رو دوباره پرس میکنن، تمیز میکنن، خالص سازی میکنن، ازشون قوطی آلومینیوم جدید بسازیم، فقط 7% انرژی برخافت که انرژی هنگفتی هست رو مصرف میکنیم. پس بهتره که آلومینیوم رو بازیافت کنیم. ولی من یه سوالی دارم، چرا این همه قطعات آهنی مثل بدنه اتومبیلی که تصادف میکنن یا مستهلک میشن یا تیرای چراغ برق، اینا همه از آهنه، چرا آهن رو نمیان بازیافت کنن؟ پاسخ سوال واضحه، به این دلیل که آهن فلزیه که از بین میره، زنگ میزنه، خورده میشه، دوباره نمیشه بازیافتش کرد. پس مزیت آلومینیوم اینه که زنگ نمیزنه چون فلز اصلیه و میتونیم با بازیافت سالها آلومینیوم رو به چرخه بندازیم.